سلام، به چنل خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. فرزام فیس هستم و با یک آموزش جذاب امروز در خدمتتونم. حالا این آموزش جذاب چی هست؟ چه لنزهای مناسب عکاسی پورتره است؟ امروز میخواییم راجع به عکاسی پورتره با دوربین های نیکون و کنون که تقریبا مشهور جهانی هستن صحبت بکنیم. من با هر دوی این دوربین ها عکاسی کردم و تجربه های شخصی خودم رو امروز میخوام باهاتون در میون بذارم. من 4 تا لنز میخوام امروز بهتون معرفی بکنم برای 0 تا 100 عکاسی پورتره، که هر کدوم این 4 تا لنز رو تهیه بکنید تقریبا میتونید باش پورتره های فوق العاده عالی بگیرید. از لنز اول شروع میکنم، لنز 50 میلیمتری. نزدیکترین لنزی که تا به امروز به چشم انسان، یعنی به عملکرد چشم انسان ساخته شده. تقریبا همین زاویه باز دیدی که همه ما داریم رو لنز 50 به ما میده. لنز 50 به لنز پرایم معروفه به خاطر اینکه قابلیت زوم کردن نداره. لنز بعدی که فوق العاده مناسب عکاسی پورتره است لنز 85 میلیمتریه. این لنز هم همونجوری که حتماً حد زدید لنز پرایم هست، مثل لنز 50. اما شارپنس تصویری و تار کردن بکراند تصویر بی نظیری بهتون میده. نه، به جرأت میتونم بهتون بگم که زیباترین پورتره ها با این لنز گرفته میشه معمولاً. تا اینجا ما 2 تا لنز پرایم رو با هم صحبت کردیم، 50 و 85، که من نمونه هاشو ندارم بهتون نشون بدم. این 2 لنز روی دوربین نیکون و روی دوربین کنون میتونین استفاده بکنین ازش، و برندهای دیگه مثل تامرون و سیگما هم این لنز ها رو تولید کردن که اگر بودجتون به اورجینال خود دوربین نرسید میتونین از اون برندها استفاده بکنین که انصافا کیفیت های فوق العاده خوبی هم دارن. اما 2 لنز محبوب خود من که الان روی میز گذاشتم، لنز 24-70 روی دوربین نیکون. توجه بکنید اینجا دیگه نگفتم هم نیکون هم کنون، گفتم روی دوربین نیکون. لنز 24-70 لنزی هست که شما میتونید برای عکاسی غذا، عکاسی از محصولات، عکاسی عروسی که فوق العاده عکاسی پردرآمد و خوبی هست، عکاسی مدلینگ داخل استودیو و عکاسی فضای باز پورته خارج و داخل استودیو ازش استفاده بکنید. حالا این همه کارکرد توی لنز چجوری اتفاق میفته؟ لنز 24-70 یه دامنه ای رو داره پوشش میده که شما هم میتونین زوم بکنین، هم میتونین یه فضای تله و واید رو داشته باشین و فوق‌العاده عالیه به نظر من برای عکاسی پورتره. خیلی از عکاسان این لنز رو دارن و ازش استفاده میکنن. حالا اینجا یه بحث خیلی مهم به وجود میاد، لازمه که آیا ما لنز 50 هم بگیریم، لنز 85 هم بگیریم؟ خب 24-70 رو شما اگر بخرین لنز 50 رو هم داخلش دارین، چون بازه 24-70 رو داره پوشش میده. اما اگر بودجتون محدوده و فقط میتونید یک لنز تهیه بکنید، از بین 3 لنزی که تا الان گفتم به نظر من 24-70 رو تهیه بکنید. اگر بودجه دارید و میتونید این کار رو بکنید، میتونید یک دونه لنز 24-70 با یک لنز پرایم 85 داشته باشین. اینجوری خب میتونید پورتره‌های خیلی شیکتری بگیرید. اما لنز سوم، لنز 70-200، لنزی که تقریبا دست اکثر عکاسا ممکنه دیده باشیم، این مال برند نیکونش هست و این هم مال برند کنون هست. من زمانی که با دوربین کنون عکاسی میکردم و این لنز رو تهیه کرده بودم. به نظر من رو دست این لنز ما نداریم برای عکاسی پورتره. شما اگر یه دونه 24-70 داشته باشیم و در کنارش یک 70-200 داشته باشیم، بازه 24-200 رو، یعنی 0 تا 100 پورتره رو میتونیم باش پوشش بدیم. هم فضای باز هم داخل از هر دو لنز میتونین استفاده بکنین. حالا الان 4 لنز داریم، کدوم رو باز انتخاب بکنیم؟ دارم میگم اگر بودجه کافی دارید برای این کار، یک 24-70 و یک 70-200 برای این کار بی نظیره. اگر بودجه کافی ندارید، بین 24-70 و 70-200 باید انتخاب بکنین. اما نظر شخص من 24-70ه، به خاطر اینکه هم دستتون تو داخل بازه، یعنی داخل خونه، استودیو، سالن عروسی، هر جایی که داخلی باشه، عکاسی غذا و کارهای دیگه، و هم دستتون بیرون بازه. اما با 70-200 شما یه مقدار محدودیت دارین، به خاطر اینکه باید یک فاصله رو با سوژهتون رعایت بکنین تا اون فوکوس مورد نظر و اون بکراند غیر شارپ مورد نظر یا به اصطلاح خودمون تار رو بهتون بده یا فلو رو بهتون بده.
خب این 4 تا لنزی بود که من بهتون معرفی کردم. یه جنبندی کوتاه میکنم، لنز 50 و 85 روی هر دو دوربین کنون و نیکون میتونید استفاده بکنید، لنز 70-200 رو روی هر دو دوربین کنون و نیکون میتونید استفاده بکنید، لنز 24-70 رو ترجیحاً روی دوربین نیکون استفاده بکنید و جایگزین این لنز روی دوربین کنون به نظر من میتونه 24-105 باشه. یه لنزی هست که از بازه 24-105 رو بهتون میده، فوق العاده دستتون رو باز میذاره برای هر گونه عکاسی و حتی فیلم برداری. این خیلی چیز مهمیه که با یه لنز شما با یه تیر دو نشون بزنید و من با این لنز عکاسی کردم، یعنی با همه این لنزایی که گفتم عکاسی کردم، ولی در نهایت خودم 24-70 گرفتم و 1-70-200. الان من نه لنز 85 دارم و نه لنز 50 و کارم با اینا 0-100 پورتره داره راه میفته و سبکای دیگه عکاسی هم باهاش عکس میگیرم. آموزش امروز ما به همین سادگی بود، امیدوارم که ازش لذت ببرین. توی کامنت ها برای من بنویسین که شما چه لنزی دارین و با چه لنزهایی تجربه عکاسی پورتره داشتین. مرسی که بودین.